متادون نوعی داروی مخدر صنعتیه که ازش معمولاً برای ترک اعتیاد هروئین و سایر مواد مخدر افیونی استفاده میشه. ولی متاسفانه ترک هروئین با قرص متادون روش درستی نیست، چرا که خود قرص متادون اعتیاد آوره. از اونجایی که این روزها شاهد استفاده بیش از پیش این داروی مخدر هستیم و همچنین بعضی سوالات شما عزیزان تو ویدیوی قبلی باعث شد تا یه ویدیوی تکمیلی دیگه درباره متادون بسازم. سلام، مهدی هستم از کانال دکتر دارو. همونطور که گفتم مصرف بیش از حد قرص متادون میتونه باعث اعتیاد بشه، اما عوارض دیگه ای هم مثل تخریب اعضای داخلی بدن و مرگ ناگهانی فرد در پی داره. اعتیاد متادون به شدت روی کبد تاثیر میذاره و باعث آسیب های جبران ناپذیری میشه. یکی از مهمترین و رایج ترین سوال ها برای ترک اعتیاد متادون اینه که ترک متادون چند روز طول میکشه. معمولا نشونه های ترک اعتیاد قرص متادون 1 تا 3 روز بعد از آخرین مصرف بروز پیدا میکنه و سخت ترین روز ترک متادون روز ششم اونه. اگه بخوام اینجا یه جدول زمانی برای ترک متادون بگم، باید بدونین که اولا روند ترک برای همه یکسان نیست و زمانبندی ها میتونه متفاوت باشه، ولی به طور کلی تو مرحله اولیه ترک شامل روزهای اول تا سوم میشه. علایم پس از مصرف آخرین دوز متادون شروع میشه و حدود روز سوم به اوج خودش میرسه. تو مرحله حاد که شامل روزهای 4 تا 14 علایم ترک از جمله ناراحتی‌های فیزیکی و روانی به اوج خودش میرسه که این روزها رو میشه سخت‌ترین روزهای ترک متادون دونست. تو مرحله پس از حاد که بعد از روز 14 علایم جسمی ممکنه شروع به فروکش کنن، ولی علایم روانی و میل و هوس به مصرف مواد ممکنه تا مدت طولانی باقی بمونه. درک این زمانبندی میتونه به فرد معتاد کمک کنه تا چالش‌هایی که ممکنه تو مراحل مختلف ترک متادون باهاشون مواجه بشه رو پیش بینی کنه. اگه بخواین متادون رو تو خونه و یه دفعه ترک کنید، باید تحت نظر یه پزشک متخصص از داروهایی مثل بوپرنورفین، نالتروکسون و کلونیدین استفاده کنین. این داروها به منظور آسان تر کردن فرایند ترک و کاهش برخی از علایم دردناک مورد استفاده قرار می گیرن. ترک متادون با قرص کلونیدین باعث کم شدن علایمی مثل استراب، تحریک، درد عضلانی، عرق کردن، آبریزش بینی و گرفتگی مفصلی میشه. تو روش سنتی ترک اعتیاد به متادون، ترک باید به صورت تدریجی انجام بشه و معمولاً 5 تا 7 هفته زمان لازمه. تو این روش اول کار مصرف متادون رو تا 30 میلی گرم در روز کم میکنن. بعدش هر هفته مصرف رو باید به مقدار 5 میلی گرم کم کرد تا مقدار مصرف 20 میلی گرم برسه. سپس میزان مصرف تو هر هفته کمتر از 5 میلی گرم کم میشه تا جایی که مصرف به صفر برسه. این روش از ترک ناگهانی و یک دفعه متادون بهتر و موثرتره. گیجی، یبوست، سرگیجه، حالت تهوع، درد عضلانی، تعریق شدید، مشکلات خواب، مشکل در تنفس، افسردگی، بیخوابی، آبریزش بینی، لرز و گر گرفتگی، بیقراری و استراب، درد عضلانی یا درد مفاصل، تمایل شدید به مصرف متادون از نشونه های ترک متادونه. یه نکته مهم که تو ترک متادون باید بدونید اینه که آستانه درد تو افراد وابسته به این مواد پایینه و درد فرد مصرف کننده متادون معمولاً به درمان تسکین درد با مواد افیونی مقاوم تره. در صورت وجود درد تو این افراد باید یه ارزیابی کامل جهت شناسایی علت درد انجام بشه. برای دردهای حاد خفیف تا متوسط میشه از مسکن‌های ضد التهاب غیر استرویدی مثل ناپروکسن و دیکلوفناک به صورت خوراکی، شیاف یا حتی تزریقی استفاده کرد. برای درد مزمن تو افراد مصرف کننده متادون ممکنه اونا رو به طرف مصرف داروهای مسکن اوپیویدی مثل ترامادول و استامینوفن کدئین بکشونه که خودش خطر وابستگی داره. در پایان یه جمع‌بندی کنم و ویدیو رو به پایان برسونم. متادون یه ماده مخدر ساختگیه که عمدتاً برای مدیریت درد و به ویژه تو برنامه‌های ترک اعتیاد به مواد افیونی استفاده میشه، در حالی که ثابت شده این ماده تو کاهش علایم ترک و هوس مصرف مؤثره. اما شناخت ماهیت دوگانه اون ضروریه، چرا که هم به عنوان یک درمان و هم به عنوان منبع بالقوه وابستگی و اعتیاد عمل میکنه.
ترک متادون یه تصمیم مهمه که نیاز به برنامه ریزی دقیق، حمایت و از همه بیشتر صبر داره. ترک یک دفعه و ناگهانی متادون میتونه بسیار خطرناک باشه. خب، ممنون که تو این ویدیو هم با من همراه بودین. امیدوارم از نکات گفته شده استفاده کافی رو برده باشین. مثل همیشه لازمه ازتون بخوام که لطفاً ویدیوهامون رو لایک، کانالمون رو سابسکرایب و اون زنگوله پایین صفحه رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید. لینک این ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستین تا اونا هم از این نکات استفاده کنن. ضمناً اگه سوال، انتقاد و یا پیشنهادی دارید که به ما تو بهتر شدن کانال و محتواهامون کمک میکنه، حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین. خوشحالیم که شما رو کنار خودمون داریم. ویدیوی بعدیمون رو از دست ندیم.